همونطوری که مسابقات شانگهای مسترز رو تا اینجا دنبال کردی، رسیدیم به نیمه نهایی، بازی بین سالیوان و سلویه. علنا باید بگیم این بازی فیناله، اما نیمه نهایی خوردن به پست همدیگه و ببینیم کدومشون به مرحله بعد صعود میکنن. با من همراه باشین، بریم با همدیگه این بازی رو ببینیم و نقد و بررسی بکنیم. بزن بریم. چهره سالیوان رو میبینیم. اول ویدیو فقط بگم که یادم نره لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و همین. نه، میخواستم بگم دشت اول مال سلوی شد که نیست. بازی 19 فریمه و هر کس 10 فریم ببره برنده بازی هستش. دشت اول برای سالیوانه. خیلی خیلی واقعا اگر این مسابقات شانگهای از دست دادی نگاه نکردی حتما برو نگاه بکن. بعدم یه چیزی، منتظر ویدیوهای جدید نمونیم. ما انقدر ویدیو داریم تو کانالمون که ویدیوهای خوب و قشنگی هستش، حتما سر بزنید به ویدیوهای دیگه. آخر ویدیو بهتون دو سه تا ویدیو معرفی میشه، پلیلیست معرفی میشه، اون یکی کانالمون براتون میاد، ببینید دیگه، کیف کنید. 16 امتیاز سالیوان زد، میس داد. همه تون دیگه انقدر با من استوکر نگاه کردین این موضوع رو میدونین که فریم اول فریم چیزی نیست. فریم چطوری باید بگم، بازیکن‌ها خیلی انتظار خاص و عجیب غریبی ازشون نمیشه رفت. میس میتونن بدن، اشتباه میتونن بکنن. شروع بازیه. سلوی هم نباز. این رسما بعد این مسابقه رو ما به عنوان فینال میدیدیم، ولی خب جدول جوری اوخ 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 جوری قرعه کشی شده بود که سلوی تو این مرحله میخوره به پست سالیوان. همیشه بازی این دو نفر با هم جذاب بوده. اگر اشتباه نکنم اون ورم همونطور که بازی رو دنبال کردیم، لوکا برسل میخوره به رابرتسون. اون بازی رو حتما براتون نیمه نهایی رو میذارم و بعدش بریم ببینیم که فینال چی میشه. اوه 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 اوه، میدونی اینقدر ما بازی ها رو دیدیم به اینا میس میدن تعجب میکنیم، چرا باید نه، یعنی چرا نداره دیگه بازی کنه دیگه، ولی میس های این شکلی خیلی عجیبه. 45 امتیاز سالیوان امتیاز کسب کرد. اینجا دو دستی اسکور رو تقدیم سلبی میکنه. نه، سلبی نتونست قرمز خوبی رو بگیره و تنها کاری که تونست بکنه تقریبا ما بگیم اسکور رو حساب کرد. حساب کرد چیه مگه؟ اسکور رو تقریبا صفر کرد. یک امتیاز اینجا رو می سالیوان چقدر دقیق میزنه، میخوره به قرمز و توپ نمیده به سلوی. به به، اینجا یه ضربه دو منظوره میزنه، هم پات کنه هم موقعیت داشته باشه که میزو بزنه. عالی 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 عالی، یه کنترل کیوبال خیلی خوب واسه توپ سبز. بله بله، تمام تمام، آبی رو بزنه فریم. بله فریم اول با کلی جا به جایی نوبت. آه به نفع سالیوان تموم میشه. بریم به سراغ فریم دوم بازی که بازی به قول من تازه شروع میشه. این یه آلارم خیلی بد میتونه باشه، یعنی آلارم خوب میتونه باشه برای سالیوان و آلارم بد برای سلوی که اولین ضربه این شکلی شد. چی میزنه سالیوان؟ البته این توپ توپ سختی بود خودمونی. Good to have a little edge to a match, I think. Not a history. No, that
was fantastic. آخ 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 چه بد شانسی، چه بد شانسی. و یه چیزی هم بگم، اگر قرمزم نمیافتاد من بعید میدونم توپی داشت اون وسط. خیلی زیرکانه این کار رو انجام داد، قرمزو بزنه بره مشکی و بزنه بره تو پک، ولی بد شانسی آورد، دو طرف هم بد شانسی آورد. حالا توپ افتاده دست سالیوان. چقدر این توپ و این سبکی رو خوب میزنه. جدا از بحث ضربه، یه نکته هست توی بازی و توجه بکنید، چیزی هست به نام اعتماد به نفس. اون اعتماد به نفس هم خیلی نکته. من خودم به شخصه میگم که اعتماد به نفس پشت تجربه است، پشت تمرینه. ولی خب همه میخوام، همه حمله میکنن، میدونی چیت میگم؟ کسی که میزنه و کارو در میاره بحث جداست. 54 تا میزنه، یه لانگ شات عالی. همینجا میتونه کار سالیوانو تموم بکنه. میز هیچ گیر و گوری نداره. میزم که کلاسیک سر جاشه. توپا چه سوتی داد سالیوان، چه سوتی بدی داد. خیلی راحت میتونست دو فریم رو از سلبی بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه تک تک این فریم ها مهمه، من باید اینقدر ساده از دست بده. اوخ 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 اوخ، یکم بازی کرد، یکم بازی کرد، داشت نمی افتاد. تا هفت تا توپ مشکی باید بزنه، نخوره به اوخ اوخ. ماسک هم شد. چقدر بد زد آبی رو، چقدر بد زد آبی رو. حالا سالیوان 10 تا سالیوانه. نه، عذرخواهی هم میکنه بابت شانسی که میاره. اینجا یه دونه بهش میگن ایرانیش میشه سرتای ارزی. آخ 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 آخ، این بد شد، این بده. ادا سالیوان یه دونه خطا هم بده باز مهم نیست. خب سلبی ریسک نمی کنه و خیلی خوب دقت کنیم ببینیم بازیکن ها چطوری دارن سیف کنن. فکر کنم توپ بدیه. این چیه سالیوان میزنه؟ نمیزنه سلبی. موقعیت عالی. اوه، یه متر این ورتر زد، یک متر این ورتر زد. ببین مثلا باز یه چیز در رابطه با بت بهت بگم. من الان این ضربه سالیوانو دیدم به عنوان مثلا اگر ناظر بودم با دقت بیشتری مسابقه رو میدیدم، چون بازیکن اینقدر اختلاف نمیزنه. شما هم نظرتو برام بنویس، چون بازیکن یه ذره دو ذره سالیوان یه متر این برتر زد. حالا بحث اصلا سالیوان نیست ها، ولی یکم عجیب بود. تمام این ضربات درگ زده میشه ها. چه گیری کرد بازی سر یه دونه صورتی، یه صورتی نزد سلبیا. اوخ 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 اوخ. نه نه، موقعیت خوب. نه اینجا دیگه باید سالیوان کار رو تموم کنه. میزنه، تمومم. خیلی تو این ضربات هم دقت بکنید که کیوالتون نیفته. بریم به سراغ فریم سوم. دو هیچ، سالیوان میفته جلو. سلبی چرا به هم ریخت یه فریم باخت؟ خیلی عجیبه از سلبی. البته که ما شناخت کاملی داریم نسبت بهش، منتظرین هستیم که یهو برگرده به بازی و درو بکنه. چه با دوبان میزنه، هر جوری شده یه قرمز در میاد. باری کلا نگو که ای 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 ای. چقدر بد موقع افتاد. ای 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 ای.
21 امتیاز تو فریم سوم شده سالیوان. هیچی نداره واسه زدن، سیف میکنه. She played each other. Selby was very dominant. It's important he stays on pinks. Sigo yek. داره همین جلویه رو داره، هر جور شده سلبی داره تلاشش رو میکنه که بیشتر از این فاصله زیاد نشه. خودش میدونه سالیوان وقتی فاصله زیاد بشه همینطوریش وحشی میزنه دیگه. یا خدا کی میخواد اونو کنترل بکنه. 51 امتیاز، 52، 23 هم سالیوان زده، پس کار میره تو داستان سیف. نمی کنم بخوره. واه خورد درستم خورد. چرا؟ عشان مشخصه که قرمز اول خورد بعد مشکی. اه؟ زایمون کردی یا؟ پس احتمال زیاد 99% همزمان داور اعلام کرده. تشخیصش خیلی سخت بود. ولی من احساس کردم خورد به قرمز اول. اوکی؟ نظر داوره و خطا گرفته اینجا رو. جالب بود. بریم به سراغ فریم بعد. قبول میکنه سالیوان فریم رو 2-1. فریم 4 رو هم دیگه داریم نگاه میکنیم. یه ضربه دو منظوره لانگ پات از سالیوان خیلی خوب میزنه. این دیگه لانگ پاتی که میزنه نمیگیره. اینجا یه موقعیت خوب میده به سلبی، میزنه سلبی. آبی رو میزنه، قیه قرمز اونجا خالیه. زاویه خوب میگیره واسه پک. فکر نمی کنم توپ خوبی گیرش باشه. پیدا میکنه بالاخره، هر جوری شده یه قرمز اون وسط پیدا میکنه که بزنه. آه بسر. چه توپی ها نزد، چه میس بد موقعی داد سلبی. و سالیوان نمیتونه از این موقعیتی که بهش سلبی داد استفاده بکنه. خیلی هم بد زد، موقعیت خیلی عالی بود دیگه. بهتر از این چی میخواست سالیوان؟ آه. هر جور شده. ببین کجا گذاشت بچه مردمو. 29 تا سلبی زده، 12 تا سالیوان میخوره احتمال زیاد. ولی هدفش بعید میدونم این باشه. و سالیوان دوباره یه حمله و قطع به یقین دیگه. اینجا سلبی بهش رحم نمی کنه و نمیدونم چی بگم. این دو فریم رو خیلی ساده برد سالیوان. دو فریم هم ساده تر از اون توپ داد به سلبی. و چی بگم من؟
یعنی استراتژی داستانشو نمیفهمم چرا انقدر ساده فریم رو واگذار میکنه رو ما نفهمیدیم. دیدین الان چقدر راحت رفت واسه پاتگران نیفتاد توپ تو دست سلبی و راحت داره میزنه یه توپ. اوکی تمومه فریمه فریم So they both had chances. Sullivan just sort of testing the track. اینجا داره سالیوان نشون میده میگه اون قرمزی که من زدم احساس کنم نیز کشید. ببین چه حرفی نمیزنه هیچ کار نمیکنه. یه تک ضربه کل اعتراضشو رسوند. که من احساس میکنم اینجا کشید میز. ولی حالا این گوشه ذهنش میمونه. یعنی برای همین دادیم که میگه بچه ما سردر نمیاریم. بازیکن روی میز یه چیزی رو میبینه یه چیزی رو حس میکنه که ما ازش بیخبریم و دیگه سالیوانه دیگه اگه نظری بده باید روش چی میگن فیک بشه. بریم به سراغ فریم 5 بازی 2-2 خوش رو میاد دیگه نمیگم لایک کامنت سابسکرایب اینا همون یه دونه اول بازی میگم که همون اولش یادتون باشه انجام بدید و با خیلی راحت بشینید ویدیو رو نگاه بکنید و همین فریم 5 بازی هر جوری شده توپ قرمز میفته ولی توپی نداره بعدش بزنه چون دو منظور زده بود توپ خاصی بعدش نیست هر جوری شده اینجا رو ببین سالیوان آخ اون قرمز داره اذیت میکنه اوه چقدر بد یعنی بازی اسنوکر 0-1 امکان نداره تو اونو یه جای دیگه بزنی و هیچ اتفاقی نیفته همه چی عوض میشه دقیقاً بازی اسنوکر یادت باشه بازی کامپیوتری هستش 0-1 کد دستوریش مهمه که چی کار داری انجام میدی A standard queue action is usually quite a little shorter than that, and you know. بازی سنگینیه. خوش به حال اونایی که این مسابقه رو تو سالن از نزدیک دیدن. ببین اونا چه کیفی میکنن. ببین اونا چه آخ. ببین اونا چه حالی میکنن. خود سالیوان هم فهمید قصر در رفت. توپ سبز داشت بازی میکرد و نمیافتاد. آره کن. بازی ها رو از نزدیک ببینی کیفیت بازی چرا؟ چه پوزیشنی میگیره واسه اینکه به پک یه نیشتری بزنه بالاخره میس کرد 42-1 also won final واه کنان خوبی میکنه سلطان کنانای نامنظم سلبی 42-38 اختلاف 4 امتیاز دوباره گره خورد بازی هر همین رو دیگه میگه فشار بازی خیلی زیاده و ماسک نشد بله یه ضربه دو منظوره عالی از سالیوان ماسک میکنه واه چی داشت اون وسط سالیوان چی داشت اون وسط چه موقعیت خوبی فکر نمی کنم میچسبه بهش اخ چه شانسی آورد سالیوان اینجا کیوبال یه کوچولو دیگه راه رفته بود نداشتتش اوه
عالی میزنه آنز، عالی هم از اون ور تر سالون چه تشویقی میکنه. آی آی فعل تا باشه 22 تا نیاز به یه دونه 22 تا. آره دیگه اسکور 17 تا و ماسک میکنه با باری کلا دست خوش. ولی اینو ببین، اینو ببین چه قصری در میره، چقدر خوشگل سلبی این کارو که چقدر خوشگل سالیوان خارج شد. الان تنها کاری که باید بازیکن انجام بده توپو تا جایی که میتونه تو دهنه پاکت قرار بده، این تنها کاریه که بازیکن میتونه انجام بده و باز هم سلبی اسنوکر میگیره. چقدر تو پسر ذهنت مریضه واسه این داستان. اینم خوبه، اینم زاویهش خوبه، پاورش کمه. نه تمام تلاشش کرد سالیوان که کیوبا کیوبال این توپ صورتی سمت مشکی نیاد که این اتفاق چقدر بد میزنه سالیوان. باز هم یعنی موقعیت خوبی واسه سلبی، باز هم پاور زیاد. آره سالیوان نمیذاره که تقلا بکنه سلبی. چه جمعیت خوبی هم رفته واسه دیدن این بازی. مردم بازی به این خوبی دیوانن مگه نرن. 3-2 فریم 6 رو قرار با هم دیگه نگاه بکنیم. داور به تماشاچی ها تذکر میده که حرکت نکنن. توپ افتاده دست سالیوان. از نظر من حسم بهم میگه یه بریک میبینیم الان بدون میز. نمیدونم از یه سری جنسای ضربه های سالیوان اینو متوجه میشم که خوشتون اومد وسط اون میز باز میستاد. من دیگه حرفی ندارم، واقعا دیگه حرفی ندارم. فریم شیشم بریم ادامه بدیم. فکر کنم تو این سشن یه فریم دیگه هم بتونیم نگاه بکنیم. حالا پایستیم ببینیم که چی میشه. یه تستی میکنه سالیوان، اتفاقی نمیافته. واه پسر، پسر چه ضربه ای، چه حساب کتابی. اصلا 1% فکر نکنی ضربه شانسی بودا. اینجا رو واو، اگر مشکی داشت تو این ضربه. آخ ببخش مثلا حواسم نیست، قرمز باید بزنه. چقدر خوب زد سلبی، چقدر خوب زد. دوتا توپ وحشتناک خوب پوی سر هم زد. مثلا ما حقش این فریم رو بگیره. پنجه امتیاز تا اینجای قصه خیلی خوب زد. این یه دونه توپ چی کار که نمی کنه. یه دونه توپ عالی، دو تا توپ عالی زد پشت سر هم و یه جای گره میزو باز کرد. 30 تا با هم اختلاف دارن. اوکی یه جورای مشکی فریم باله. بله بله یه جورای البته خب از اون توپا نیستش که بازیکن ادامه نده. این فریم باله هر کاری تونست بکنه که این قرمز رو بزنه. پس این سالیوان ادامه میده؟ نه ادامه نمیده. برابر 3. اوکی
احتمال 99%. این آخرین فریمی هستش که اینجا نگاه میکنیم و ببینیم که کدومشون. حالا بعد بگم ببینم که میتونیم یه فریم دیگه نگاه بکنیم یا نه. ولی حالا ایو حال 3-3. بریم به سراغ فریم هفته بازی. بازی به شدت سنگینه. یک نیمه نهایی نفسگیر و حساس. یه موقعیت خوب میده سلبی به سالیوان. یه چیز جالب هم یعنی تو ذهنم رد شد. کلمه یه اس، میگم کلمه، حرف اس تو بیشتر چیز هست، اسمهای بازیکنه اسنوکر هست. خیلی جالبه، دقت بکنین اسما رو مرور کنین. اس سالیوان، سلبی، خیلی زیادن. عجیبه ها، 44 تا سالیوان مثل قند و نبات زد توی فریم هفت. و نمیدونم توی که انقدر راحت میتونی بزنی ببری، چرا فریم اون شکلی میدی؟ سوالم اینه. یه جوره بگیم بله، این هم توپ فریم بالش بود قرمزی که زد. بچه یه فریم دیگه هم میتونیم ببینیم. هشتاد و هشت امتیاز تا اینجای قصه. ببینیم اولین سنتری این مسابقه رو میتونیم ببینیم یا نه. بله، بریک سنچری، اولین سنچری این مسابقه رو تو فریم هفت بازی دیدیم. وقتی اینطوری میشه میگم همیشه یادتون باشه بازی سنگینه که بریک نداره. بله 4-3. بریم به سراغ فریم هشت بازی. این دیگه فریم آخره داریم نگاه میکنیم تو قسمت اول. ببینیم با برتری سالیوان میریم به قسمت دوم یا با تساوی. نه، میخواد خیلی کاغذی ببره توپ آبی مزاحمشه. Absolutely fine with it. It's not an easy job sometimes. توپ سالیوان میفته. 14 تا سلبی زده، هر جور شده این قرمز رو میندازه. قشی میزنیه، نمیخواد که قسمت اول بازی به نفع سالیوان تموم بشه. میذاره سالیوانو پشت توپ قهوه‌ای. آه پسر
چطوری تو اونو تونستی خالی بری؟ اینا فکر نکنم بخوره. دوباره تو بفته دست سلبی. فکر کنم مساوی میریم برای قسمت دوم. چه مسابقه ایه، چه پای و پای دارن میزنن، خیلی خفن. هنوز فریم نشده سلبی. هرچه همیشه اینجور جاها ریاکشن صورت بازیکن هم ببینید. من بعضی اوقات تشخیصم رو صورت بازی کنه که شانسی زده، درست زده، رو اصول زده. خب 5 تا قرمز رو میز و 75 تمام. یه قرمز دیگه بزنه و بگیم 100 درصده. تمومه. همین الانش تمومه. تمام. فریم 4-4 و قسمت اول با تساوی به پایان میرسه. بریم ببینیم تا کجا میزنه. آیا سلوی هم یه سنتری مهمونمون میکنه یا که نه. یه قرمز گیره اونجا. 92 تا 97 80 هر جوری شده میزنه و بره که 100 قرمز و بله. عالی عالی عالی. بریم چی کار میکنه؟ میز کل میز رو میزنه یا نه؟ میزنه. قاعدتاً چیز عجیب غریبی نیست. 119 124 این از توپه صورتی، این هم از توپه مشکی. خب رفقا بازی نیمه نهایی سالیوان و سلبی با تساوی 4-4 به پایان رسید. منتظر قسمت پایانی یا قسمت دوم باشید که ببینیم که کدومشون راه پیدا میکنه به فینال. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. با لایک، کامنت، سابسکرایب از برنامه خودتون استونکرش و بیلیارش رو حمایت بکنید. دوستتون دارم. شب و روزتون بخیر. خیلی چکرین. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت کنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسمی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.